سلام من مریم عرفان هستم به تماشا خوش اومدین برنامه این هفته ما یک گفتگوی بلنده با نویسنده‌ای که به غیر از چند زبان اروپایی عربی و فارسی هم میدونه و حتی مترجم میرزا حبیب اسفانی از زبان فارسی به فرانسه است. این نویسنده که ماتیاس انار نام داره پاییز سال 1394 با رمان قطب نما مهمترین جایزه ادبی فرانسه یعنی جایزه گونکور رو برده. رومانی که بخش های به خاطرات و سفرهای شرخشناس و به سرزمین های میانه و از جمله ایران اختصاص داره. متناسب با حال و هوای این رمان گفتگوی من با انار پاییز گذشته در بین کاشی‌های هزار ساله ایرانی، ترکی و سوریه موزه لیتن هاوس انجام شد. کاشیهایی که لورد لیتن نقاش اوریانتالیست انگلیسی در قرن 19 اونها رو با خودش از شرق به غرب آورده. La vie est une symphonie de malheur. Elle ne revient jamais en arrière, ne retombe jamais sur ses pieds. Dans ce sentiment du temps qui est la définition de la mélancolie, la conscience de la finitude, pas de refuge, à part l'opium et l'oubli. La thèse de Sarah peut se lire, j'y pense seulement maintenant, comme un catalogue de mélancoliques, le plus étrange des catalogues d'aventuriers de la mélancolie, de genres et pays différents. Soder Redoyat, Anne-Marie Schwarzenbach, Fernando Pessoa, pour ne citer que ses préférés. Qui sont aussi ceux auxquels elle consacre le moins de pages, contraint qu'elle est par la science et l'université à coller à son sujet, aux visions de l'autre entre Orient et Occident. ماتیه سنا خیلی ممنون که پذیرفتیم با ما گفتگو کنید. پیشنهاد من اینه که امروز که قراره در مورد رومان شما قطب نما حرف بزنیم که بسیاری از اون به رابطه بین شرق و غرب میپردازه. ما هم گفتگومون رو به توازی این به دو زبان شرقی و غربی فارسی و فرانسه پیش ببریم. من سوالت هم به فارسی خواهم پرسید. اگه خوب. که ممکنه شما به فرانسه عطب. جواب بدین. مافقین؟ رمان شما قطب نما به زبان های مختلفی ترجمه شده اما هنوز به فارسی منتشر نشده برای کسانی که رمان رو نخوندن این رمانی که با صدای شهرام ناظری و فکر خودکشی هدایت در خیابان شامپیون آغاز میشه 400 صفحه ای ادامه داره و با یاد خیام پایان میپذیره ممکنه که خلاصه ای از ماجرای کتابتون رو شهر بدین دونتوسا کومانس ا وین همه چیز در ویان آغاز میشه در وینی امروزی در زمان حال در آپارتمان موسیقی شناسی اتریشی به نام فرانس ریتر که در تمام طول شب ماجراهای رو برامون تعریف میکنه ریتر که بیخواب زندگی خاطرات و سفرهاش رو به یاد میاره و به عشقش بزنی به, به نام سارا فکر میکنه چون همون روز از سارا نامه این نگران کننده دریافت کرده این نامه خواب را از سرش پرونده و باعث شده شب رو با یاد و رویای اون بگذرونه از اونجا که فرانس ریتر هم شرق شناسه و هم موسیقی شناس حرف های زیادی درباره رابطه شرق و غرب برای گفتن داره درباره رابطه میان ترکیه سوریه و ایران با اروپای غربی درباره نقاشی ادبیات و موسیقی این سرزمین ها Au cours des dernières 200 années, je me demande si ce qu'elle a cherché au cours de cette vie scientifique qui recouvre totalement la sienne, sa quête, n'était pas sa propre guérison. Vaincre la bile noire d'abord par le voyage, puis par le savoir et par la mystique ensuite. Et sans doute moi aussi, moi aussi si l'on considère que la musique est le temps raisonné, le temps circonscrit et transformé en son, si je me débase aujourd'hui dans ces draps, il y a gros à parier que je suis moi aussi atteint de ce haut mal que la psychiatrie moderne, dégoûtée de l'art et de la philosophie, appelle dépression structurelle, même si les médecins ne s'intéressent, dans mon cas, qu'aux aspects physiques de mes maux sans doute tout à fait réel, mais dont j'aimerais tellement qu'il soit imaginaire. Je vais mourir, je vais mourir. Voilà le message que je devrais envoyer à Sarah. Respirons, respirons, allumons la lumière, ne nous laissons pas emporter sur cette pente-là. Je vais me débattre. دو چیز باعث شد من قطنما رو بنویسم یکی اینکه تحصیلات خود من در حوزه شرق شناسیه و میشه گفت کارم در ادامه مکاتب مختلف این حوزه است دیگه اینکه میخواستم به سرگذشت افرادی بپردازم که در قرنهای 19 هم و 20 شیفته شرق و سرزمین های شرقی شدند شیفتگی که با احساس و گناه و با سلطه سیاسی اقتصادی غرب بر این سرزمین ها همراه بوده و با این حال نمیشه گفت که عشق پرشور و واقعی نبوده. به خودم گفتم این روزا که در سوریه جنگ سوریه ویران شده و خاورمیانه هم مدام در تنش و خطره وقتش نیست که به این شور و شیفتگی برگردیم. امروزه در این منطقه خشونت و سختی های زیادی هست و مردم در غرب اسلام رو خشونت بار و خطرناک میدونند آیا درست به همین دلیل وقتش نیست که کمی به گذشته برگردیم و نشون بدیم ما غربی ها تا چه حد با شرق مراوده داشتیم و چطور صدها ساله که در حیات هم حضوری پر رنگ داریم nous avons échangé et à quel point nous sommes présents l'un à l'autre depuis des centaines d'années. قطب نما یه رمان حدود 467 صفحه‌ای که فرم یک مونولوگ بلند رو داره که بخش بندی های اون بر اساس ساعت مختلف شبه رمان یه چیزی حدود ساعت 10 و 11 شب شروع میشه و با دمیدن سپیده به پایان میرسه وقتی که من کتاب رو میخوندم فکر کردم که دو خلف ادبی میشه براش متصور شد یکی هزار و یک شبه و دیگری رمان جستجوی زمان از دست رفته پروسته ممکنه در مورد ارتباط کارتون با این دو اثر صحبت بکنید؟ البته هزار و یک شب یکی از های الهام رومان قطب ها میشه شباهت های زیادی دارن چون شهرساد هزار و یک شب مثل قهرمان قطب که در بستر بیماری برای به روندن مرگ در تمام طول شب حرف میزنه اگه حرف نزنه اگه دیگه داستان تعریف نکنه یا داستانش به مزاق سلطان خوش نیاد صبح فردا مرگ در انتظارشه. چاره ای نداره پس با کلام مرگ رو به تعویق میندازه فرانس ریتر هم بیخوابه چون حس میکنه میدونه یا فکر میکنه که بیماره ریتر احساس میکنه اگه به خواب بره یا دست از مرور خاطراتش بکشه ممکنه هم خاطراتش از چیزایی که دوست داره از دست بره هم زندگیش به پایان برسه قطنما هزار و یک شب در یک شب میشه گفت فرانس شهرزاد منه به رمان در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست هم اشاره کردید خوندن پروست برای من که نویسنده فرانسویم تجربه فراموش نشدنی ایه. بخش مهمی از تربیت فکری منه بخشی از کشف ادبیات لذت متن، شخصیت ها تعاملات فکری و غیر است پروست در رمان من حضور داره هرچند به این حضور چندان به طور مستقیم پرداخته نمیشه حضورش به دلیل آمیزش مسائل مختلفه قطب نما و جستجوی زمان از دست رفته هر دو رمانن و دارن داستانی رو حکایت میکنن اما در این حال به رخدادهای واقعی و مسائل جدی هم میپردازند. در هر دو کتاب بخش های جستارگونه وجود داره و به زیبایی شناسی و تبار شناسی و خیلی مسائل دیگه هم پرداخته میشه اما همه اینها در دل قصند در این حال در هر دو کار خاطره عنصر مهمی و میدونید که پروست رو میشه مهمترین کاشف قلم خاطرات دونست نکته دیگه اینکه پروست برای نوشتن رمان در جستجوی زمان از دست رفته دو الگو داشته که یکیش هزار یک شب بوده که حضور پررنگی در اثر داره و به دفعات بهش اشاره میشه <applause> از همون ابتدای رمان و در دوران کودکی راوی مارسل بیاد میاره که مادر بزرگش یه دست بشقاب داشته که طرح روش ملهم از داستانهای هزار و شب بوده هزار شب جز خاطرات کودکی منم هست چون اولین باری که منو بردن کتاب خونه هشت نه سالم بود و اونجا یه کتاب مصور بزرگ رو ورق زدم که هزار شب بود و تصاویر جذابش باعث شد در یادم بمونه Euh, des mille et une nuits, justement parce que les, les illustrations étaient magnifiques. C'est à Lucie de la rue Mardrus que nous devons cette phrase extraordinaire. Les orientaux n'ont aucun sens de l'Orient. Le sens de l'Orient, c'est nous autres, les Occidentaux, nous autres, les Roumis, qui l'avons. J'entends les Roumis, assez nombreux tout de même, qui ne sont pas des mufles. Pour Sarah, ce passage résume à lui seul l'orientalisme. L'orientalisme en tant que rêverie, l'orientalisme comme déploration, comme exploration toujours déçue. Effectivement, les Roumis se sont appropriés le territoire du rêve. Ce sont eux qui, après les conteurs arabes classiques, l'exploitent et le parcourent. Et tous les voyages sont une confrontation avec ce songe. Il y a même un courant fertile qui se construit sur ce rêve, sans avoir besoin de voyager, et dont le représentant le plus illustre est sans doute Marcel Proust et sa recherche du temps perdu, cœur symbolique du roman européen. Proust fait des mille et une nuits un de ses modèles, le livre de la nuit, le livre de la lutte contre la mort. Comme Scheherazade se bat chaque soir, après l'amour, contre la sentence qui pèse sur elle en racontant une histoire au sultan Charyot, Marcel Proust prend toutes les nuits la plume. Beaucoup de nuits, dit-il, peut-être cent, peut-être mille, pour lutter contre le temps. Plus de deux cents fois au cours de sa recherche, Proust fait allusion à l'Orient et aux Nuits, qu'il connaît dans les traductions de Galant celle de la chasteté de l'enfance, celle de Combray, et de Mardrus, celle plus trouble, plus érotique, de l'âge adulte. Il tisse le fil d'or du merveilleux Arabe tout au long de son immense roman. Swann entend un violon comme un génie hors d'une lampe. Une symphonie révèle toutes les pierreries des mille et une nuits. Sans l'Orient, ce songe en arabe, en persan et en turc, apatride, qu'on appelle l'Orient. Sans l'Orient, pas de Proust, pas de recherche du temps perdu. در طول این رمان قهرمان شما فرانس ریتر بخشی از خاطرات سفرهای خودش در خاور میانه رو به یاد میاره به خصوص سفرهاش به ترکیه، سوریه، ایران و حتی لبنان یکی از چیزهایی که خیلی جالب بود برای من این بود که توی شع... بیش از اون که به شرح دیده های این مسافر پرداخته بشه در مواجهه با واقع... واقعیات این جوامع امروزی این سرزمین ها ما میبینیم که پرداخته میشه در واقع به شرح ماجراها و سفرهای مستشرقینی که در قرن 19 هم یا اوایل قرن 20 هم به این سرزمین ها سفر کردند و یا به آثار ادبی یا موسیقایی و هنری به طور کلی که متأثر از هنر این خطه ها آفریده شده در جهان غرب دو تا سوال برای من پیش میاد که هر دو اینها با هم در واقع جفته دو وجهی یه چیزه یکی اینکه به نظر من اومد که دلبستگی که شما به شرق دارین بیشتر دلبستگی به یک جهان سوداییه به این معنی که به جهانیه که گذشته و سپری شده و از طرف دیگه توی کار شما بیشتر از اون که شرق به یک واقعیت جغرافیایی اشاره داشته باشه از جنس یک جغرافیای ذهنیه از جنس یک جهانی بین هنر و اندیشه آیا من اشتباه میکنم در مورد این؟ نه <displaysSean> <Oliver> حق با شما شماست بدون شک شرق در ذهن من معناهای زیادی داره بگذارید پاسخ به سوالتون رو از آخر شروع کنم و اون شرق به عنوان واقعیتیه که من زیستم و تجربهش کردم مثل تجربه حضور در ایران و سوریه بخشی از درسم رو من در تهران خوندم و یه مدت طولانی هم در سوریه زندگی کردم. سوای تجربه زندگی مسئله تاریخ مشترک شرق و غرب و در این حال تاریخ منحصر به فرد اونها هم مطرحه. یکی از چیزایی که همیشه وقتی به جای جدید میرم به خصوص وقتی به خاور میان سفر میکنم منو شگفت زده میکنه دیدن اینه که چطور همه چیز با هم تلاقی میکنن و با هم میرسن مثلا تهران که هستیم تهران امروز تهران دیروز و تهران قدیم همه کنار هم حاضرند شهر گذشتهش رو در دل خودش جا داده خاطره مسافرهای غربی که در گذشته بهش سفر کردند خاطره ایرانیان نامآور نویسندگان و موسیقیدانان همه در شهر حضور داره یکی از های من این بوده که مثل باستانشناس کاوش شخصی در این لایه های تاریخی مختلف انجام بدم و جلوی فراموش شدنشون رو بگیرم مثلا منی که علاقه من به موسیقی هم وقتی به موسیقی ایرانی گوش میدم از شعری که نقمه های موسیقی رو همراهی میکنه لذت میبرم این شعر منو میبره به دنیای کسایی که در قرون گذشته این اشعار رو به مدد ترجمه در اروپا خوندن خود این ترجمه ها مثل هزار یک شب مثل اشعار حافظ خیام سفر شگفت در غرب کردن به حکایت باور نکردنی داشتند از دید من شرق مثل چمدون بزرگ که به کشف دنیای قدیم کمک میکنه و پر از چیزهای مختلف پر از واقعیت های درباره این کشورها اونجور که من دیدم آدمایی که باهاشون آشنا شدم و چیزهایی که اونها درباره زندگی روزمرهشون بهم گفتن پر از خاطرات خودم در این کشورها در این حال متأثر از صدها سال تولید فرهنگی که من تا تونستم برای نوشتن قطنما ازشون استفاده کردم Alep était exotique, plus cosmopolite peut-être, plus proche d'Istanbul, arabe, turque, arménienne, kurde, à quelques lieues d'Antioche, patrie des saints et des croisés, entre les cours de l'Oronte et de l'Euphrate. Alep était une ville de pierre, aux interminables dédales de souk couverts débouchant entre le glacis de la citadelle imprenable et une cité moderne, de parcs et de jardins. Construite autour de la gare, branche sud du Bagdad-Ban, qui menait à Lep à une semaine de Vienne, via Istanbul et Konya, dès janvier 1913. Tous les passagers qui arrivaient par le train logeaient à l'hôtel Baron, équivalent à l'épin du Péra Palace Tambouliot. L'Arménien qui tenait l'hôtel quand nous y sommes descendus pour la première fois en 1996 était le petit-fils du fondateur. Il n'avait pas connu les hôtes illustres qui rendaient l'établissement célèbre. Laurence d'Arabie, Agatha Christie, où le roi Faisal avait dormi dans cette bâtisse aux fenêtres en ogive ottomane, à l'escalier monumental, aux vieux tapis usés et aux chambres défraîchies, où traînaient encore d'inutiles téléphones en bacélite et des baignoires de métal à pattes de lion, dont la tuyauterie sonnait comme une mitrailleuse lourde dès qu'on en ouvrait le robinet. Au milieu des papiers peints fanés et des couvre-lits tachés de rouille. Le charme de la décadence, disait Sarah. Elle était heureuse d'y retrouver l'ombre d'Anne-Marie Schwarzenbach, sa suissesse errante, qui avait promené son spleen pendant l'hiver 1933-1934. Les derniers vestiges de la République de Weimar s'étaient effondrés. Un peuple, un empire, un guide résonnait sur toute l'Allemagne et la jeune Anne-Marie voyageait éperdument pour échapper à la tristesse européenne qui envahissait même Zurich. Le 6 décembre 1933, Anne-Marie débarquait à Alep, à l'hôtel Baron. Sarah était aux anges quand elle découvrit, sur une page jaunie et poussiéreuse, l'écriture fine et ramassée de la voyageuse. Qui avait rempli en français l'affiche d'arrivée? Elle brandissait le registre dans le hall de l'hôtel sous les regards amusés du patron et du personnel, habitués à ce que les archives de leurs établissements crachent les noms célèbres comme une locomotive la fumée. شما الان نزدیک ربع قرنه که دارین در بین این دو جهان شرق و غرب میچرخین و میخونین و میبینین. به چندین زبان اروپایی تسلط دارین در عین حال فارسی و عربی میدونین. در برابر این ایده رایج که شرق و غرب رو در برابر هم قرار میده در یک دو قطبی و یک خود هست و یک دیگری توی کار شما مدام مثل یک ترجیبندی اشاره میشه به خود در دیگری و دیگری در خود ممکنه این مفهوم خود در دیگری و دیگری در خود رو کمی باز کنیم <applause> <تصفح> البته این ایده خود در دیگری و دیگری در خود شاید و برانگیز باشه این ایده در واقع داره میگه تفاوت رو نباید انکار کرد معلومه که تفاوت ها وجود دارن تهران پاریس آتن دمشق استانبول با هم فرق دارن واضحه که مردم این کشورها عین هم زندگی نمی و فرهنگ زبان و تاریخشون با هم متفاوته سبک زندگی روزمره هم یکی نیست با این حال از نظر شخصی و فردی ما فقط یک چیز نیستیم دائم در تماس با دیگری هستیم و این باعث میشه دیگری در ما نفوذ کنه مثلا امروز در شهری مثل لندن خیلی چیزها رو میبینیم که از شرق اومده با این حال همه چیز در یه هماهنگی به شکل روزمره در جریانه و سوالی هم در این باره برای کسی مطرح نیست مثلا رستوران ایرانی در لندن هست که مسافرانی از نروژ اومدن میرن اونجا غذا میخورند و این بخشی از واقعیت روزمره است به تدریج با این مراودات دیگری یعنی اونچه متعلق به سرزمینی دوردسته وارد زندگی ما میشه و بالعکس ما هم وارد زندگی دیگران میشیم خیلی جذابه که ببینم هویت های ما تا چه اندازه مدام متحول میشن و ثابت نمیمونن و هر روز تحولی که به دلیل تماس با دیگری در ما به وجود میاد ما رو متفاوت با خود قبلیمون میکنه در جایی از رمان شما قهرمانتون فرانس ریتر میگه که نورال انوار یا اشراق سهروردی کجاست قطب نما کدام شرق رو نشان خواهد داد من از شما میپرسم ماتیا سنار که رمان قطب نمای شما کدام شرق رو به خوانندگان احتمالی نشون میده امروزه که جهان انقدر رو تار شده و مشکل میشه ورای شعله های آتش جنگ خوشونت و جدل های لفظی جنگ طلبان شرق و غرب چیزی رو دید دلمون میخواد به طرف شرقی الفانی بازگردیم که مثل نوری جهت رو به ما نشون میده فکر کنم که غرب و حتی خود کشورهای شرق مدیترانه هم نیازمند اونن که این اشتیاق به شرق رو دوباره پیدا کنند اون هم در معنای عرفانی م... کلمه با... یعنی میل به اشراق اشتیاق مم... به معرفت و دیدار با دیگری و... که امروز به نظرم حیاتیه شما یه جایی از رمان در مورد ترجمه روزف شال ماردروس از هزار و یک شب صحبت میکنید و راجع به این که ترجمه ماردروس در واقع تصویری که میده چطور قربی رو قربی رو در آغاز قرن بیستم دیوانه و مبهوت میکنه ولی در این حال اون تصویری که اون میده یک شرق سومه منظورتون از این شرق سوم چیه؟ Alors, ce concept این در... مفهومیه <تصفح> که من رو با اندکی تنز ابدا کردم و اون رو شرق سوم نامیدم. این شرق هم به اندازه تاریخ شرقشناسی شناسی قدیمیه. چه اتفاقی افتاده؟ اول کار متخصصان معدودی بودند که سفر کردند و به سرزمینی مثل مصر یا سایر نقاط خاور میان رفتن. اونا آلمانی هستن که میخوان شرق رو واقعا کشف کنند و با زبانها و واقعیتهای این کشورها به طور مستقیم مواجه شن. اینها ها برمیگردن به مملکت خودشون و دست به ترجمه میزنن این ترجمه ها خونده میشن و شرق دوم رو میسازن شرق دوم شرقی که بر اساس ترجمه ها در ذهن مخاطب غربی شکل میگیره در حالی که شرق اول در تماس مستقیم با واقعیت ساخته شده بوده حالا شرق سوم شرقی که بر اساس آثار شرق دومی ها شکل میگیره یا ساخته میشه پس اینطوری مفهوم شرق در ذهن غربی ها متحول میشه به این ترتیب شرق سوم حاصل فرافکنی و تخیلی کسانی است که مرجعشون تخیلیه این شرق سوم چندان رفتی به شرق اول نداره مثلا میبینیم که در آثار نقاشان اوریانتالیست در پایان قرن 19 هم و 20 صحنه وجود داره که کاملا تخیلیه و در اونها عهد باستان با شرق قرن 19 هم و ایران و مصر باستان بدون معنای خاصی در هم آمیخته این آثار شرق سومی رو پدید آوردند که در پایان قرن 19 ظهور کرده و آمیزه ای از تمام چیزهایی که شرقشناسان پیشین اونها رو به عنوان تولیدات فرهنگی میانه با خودشون آوردن produits قطب نما هم جایزه گونکو رو گرفت سال 2015 و هم امسال جزو نامزدهای بخش جهانی جایزه منبوکر بود. گرفتن جایزه برای خود نویسنده که شما باشین چه تاثیری داره؟ سه، 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 سه اول اینکه برای نویسنده خیلی مهمه چون از یه طرف باعث میشه احساس غرور کنه از طرف دیگه توجه عموم رو متوجه کتاب میکنه. در نتیجه آدم احساس رضایت میکنه چون جایزه باعث میشه کتاب خوانندگان زیادی پیدا بکنه. در این حال جایزه گنکور در فرانسه اهمیت زیادی داره و باعث میشه رسانه ها درباره کتاب زیاد صحبت کنند. و ماجرای رمان ها که درباره رابطه شرق و غربه به بحث روز بدل بشه. Merci, merci beaucoup. Comment rassurer les Syriens sur nos activités, râlait Guerre, si nos prédécesseurs les plus fameux ont joué un rôle politique secret au public au Moyen-Orient Il était désespéré par ce constat. Les archéologues célèbres avaient tous, à un moment ou à un autre, trempé dans des affaires d'État. Il fallut le rassurer. Heureusement ou malheureusement, les archéologues n'avaient pas été les seuls à servir les militaires, bien au contraire. À peu près toutes les branches de la science, linguistes, spécialistes de sciences religieuses, historiens, géographes, littérateurs, ethnologues, avaient eu des rapports avec leur gouvernement d'origine en temps de guerre. Bien sûr, tous n'avaient pas nécessairement porté les armes, comme T.I. E. Laurence ou mon compatriote Aloïs Musil, Laurence de Moravie, mais beaucoup, Femmes comprises, comme Gertrude Bell, ajoutait Sarah, avaient à un moment ou un autre mis leurs connaissances au service de la nation européenne dont ils étaient les ressortissants. Certains par conviction nationaliste, d'autres pour le gain financier ou académique qu'ils pouvaient en retirer. D'autres, enfin, malgré eux, c'étaient leurs travaux, leurs livres, les récits de leurs explorations. Qui étaient utilisés par les soldats. On savait que les cartes ne servaient qu'à faire la guerre, disait François-Marie. Eh bien, les récits de voyage aussi. Depuis que Bonaparte en Égypte, en 1798, avait mis à contribution les savants pour rédiger sa proclamation aux Égyptiens et essayer de passer pour leur libérateur, les scientifiques, les artistes et leurs travaux, S'était retrouvé à participer, bon gré mal gré, aux enjeux politiques et économiques de l'époque. Il n'était néanmoins pas possible, soutenait Sarah, de condamner tout ce petit monde en bloc. Autant reprocher à la chimie la poudre et la balistique à la physique. Il fallait ramener les choses à l'individu et s'abstenir de fabriquer un discours général qui devenait à son tour une construction idéologique, un objet sans autre portée que sa propre justification.